سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 9:30 شب در تهران و 1 بعد از ظهر آفتابی واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش. چون دیگر شماره های تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا، در این شماره نیز نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها در عرصه داخلی ایران و آنچه که در عرصه منطقه و عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد. در ایران اختلاف و جنگ و مخاصمه دو جناح اصلی حکومت علیه یکدیگر همچنان ادامه دارد. در همین مسیر گفته می شود در محاکمات مهدی هاشمی جزئیاتی فاش شده و گفته شده است که به زودی منتشر خواهد شد. چیست این جزئیات؟ هنوز معلوم نیست. آن سوتر در منطقه داعش همچنان پیشروی می کند، چه در سوریه و چه در نقاطی در عراق. روزنامه لبنانی سعودی الحیات گزارش مفصلی رو منتشر کرده درباره چگونگی ورود داعش به منطقه کردستان عراق و گفته است که پیشمرگه های کرد پیش از ترک سنجار هیچ گونه هشداری به اهالی منطقه نداده و ایزدی ها و غیر مسلمانان کرد را در برابر تیغ داعش رها کرده. در سوریه نیز کشتارهای تازه روی داده است و درگیری ها در بلندی های جولان منطقه سوریه بین جبهه النصره و نیروهای دیگر همچنان ادامه دارد. در عرصه اروپایی و کشورهای غربی، آیا آنچه که دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان گفته است مبنی بر تصمیم لندن برای مقابله گسترده تر با افرادگرایی اسلامی صورت عمل خواهد گرفت یا خیر؟ پرسشی است که در مطبوعات امروز لندن و اروپا مطرح شده است. با من و شما هستند خواهند بود در برنامه امشب تفسیر خبر آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران و عضو کمپین سفارت صدر در نروژ هستند. همراه با ایشون همچنان نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در سودان روی داده است. احتمالا خبر دارید که دولت سودان خواستار خروج هرچه زودتر، حدود 72 ساعت مهلت داده است که دیپلمات های ایرانی مسئولان فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در سودان خاک این کشور را ترک کنند. علت رسمی اعلام شده این است که آنها به تبلیغ مذهب شیعه در سودان پرداختند. جمهوری اسلامی دارای 3 مرکز فرهنگی وابسته به سفارت در سودان. با شما خواهیم بود همراه با آقای محمد رضا حیدری و در ادامه برنامه به ما خواهد پیوست آقای اردوان روزبه روزنامه نگار در واشنگتن. تا لحظات دیگر. آقای حیدری سلام به شما. منم خدمت شما جناب چالنگی سلام دارم، همچنین بینندگان برنامه‌تون در خدمتتون هستم. آقای حیدری از اینجا آغاز کنیم، از سودان
72 ساعت دولت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان فرصت داده که وابسته های فرهنگی کارگزاران فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در خارتوم و بقیه شهرهای سودان این کشور رو ترک کنند. علت رسمی اعلام شده همونطور که پیشتر هم اشاره کردم این هستش که اینها به تبلیغ مذهب شیعه در سودان میپردازند. خب رابطه ایران و سودان همونطوری که همگان میدونن یه رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بوده و ایران در طول سالیان گذشته کمک‌های بسیار زیادی به حکومت جنرال البشیر کرده بود برای توسعه و بقاش، و در همین راستا ما میبینیم که دامنه نفوذ ایران در سودان افزایش پیدا کرده بود. حتی گروه‌های نظامی از سپاه و برخی از نهادهای امنیتی هم در سودان رفت آمد داشتند و دفاتر فرهنگی جمهوری اسلامی هم همونطوری که شما هم در گزارشتون عنوان کردین تعدادشون بیش از حد تصور بوده در اونجا، و حتی در چند مورد هم که در واقع منابع بین المللی آثار انتقال سلاح از طریق سودان به نیروهای تروریستی که تو منطقه خاورمیانه فعالیت داشتن که حتی یکی دو موردش اسرائیلی ها اعلام کردن و چند مورد دیگه هم توسط نیروهای بین المللی افشا شد، نشون دهنده عمق همکاری های استراتژیک و در واقع لوجستیکی جمهوری اسلامی و سودان بوده. اما اخیرا به دلایل همین مسائل مذهبی و توسعه مسائل در رابطه با شیعه و از طرفی هم بحث مربوط به امور سنی ها که به نوعی اونها هم در منطقه فعالن، باعث شده بود که دولت شاید جنرال البشیر به این نتیجه رسیده که روابط خودش رو بیاد نزدیکتر و تنگتر کنه با برخی از کشورهای عربی، به خصوص با عربستان که روابطشون خیلی تیره است، و این در واقع شاید اولین گامی باشه که دولت سودان در خصوص رفع کدورت‌های گذشته با کشورهای عربی و به خصوص عربستان برداشته، و باید دید که در ادامه چه اقداماتی خواهد انجام، چون واقعا آنگونه که دوستان ما در ایران هم اطلاع دادن روابط صمیمانه و نزدیکی بین ایران و سودان است و ایران کمک‌های اساسی رو داره به زیرساخت‌های سودان میکنه و این میتونه نقطه عطفی باشه در تیره شدن روابط ایران و سودان. البته این مسبوق به سابقه هست به قول علما که در سودان باز پیش اومده بود در دهه 90 که یک همچین اقداماتی کرده بود جمهوری اسلامی، و بعد برای مدت محدودی هم مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی رو بستن در خارتوم. یکی دو نکته رو من برای بینندگان فقط توضیح بدم، اینکه سودان به هر حال مذاهب مختلف اهل سنت در اونجا وجود داره و حتی شیعیان تعدادشون کم، اما زمینه اعتقادات شیعی در سودان وجود داره و حتی در قرن بیستم، اوایل قرن بیستم هم بودن کسانی که در سودان ادعای امامت زمان کردن، یعنی ادعای دوازدهمین امام شیعیان. داستان بسیار مفصلی داره. این نکته رو هم بگم که بن لادن سالیان سال چندین سال در سودان مستقر بود. گروه القاعده در اوایل کار خودشون پس از ماجرای افغانستان و به اصطلاح اردوگاه‌های آموزشی القاعده در سودان بود و جاهای دیگه، و می‌دونیم که سال‌های سال جنگ داخلی چه در مورد مسیحیان سودان بود که به هر حال به استقلال رسیدن، و چه در دارفور. تاریخ معاصر سودان از این بابت بسیار تاریخ پرزد و خوردی است. ولی نکته این هستش که این همه دفتر فعالیت فرهنگی چرا؟ آیا اینها این دفاتر فرهنگی عرف و به اصطلاح پیمانهای دیپلماتیک رو بین کشوری مثل ایران یا دولت ایران و جایی که سفارت داره رعایت میکنن یا نه؟ چون قبلا گفته میشد خیلی از این مراکز فرهنگی مثلا در اروپا پوششی هست برای عملیات و طراحی عملیات تروریستی. در سودان چی؟ خب در سودان هم قاعدتا یه بخشش کار تبلیغ همین امور مربوط به شیعیان رو داره انجام میده و جذب نیروهایی که بتونن از اونها به عنوان نیروهایی که برای جمهوری اسلامی در مواقع لزوم استفاده داشته باشه در انتقال همین بحران‌ها و مسائل تروریستی. و همونجوری هم که شما خودتونم میدونین این دفاتر بیشتر جنبه‌های انتقال اطلاعات و همچنین مواردی که مربوط به
ارسال سلاح و اسلحه تحت پوشش این خانه‌های فرهنگ انجام میشه. حتی در مراکز درمانی هم که جمهوری اسلامی فرزند در بحرین داشت نمونه افشا شد که بارهایی که تحت عنوان پوشش‌های درمانی اونجا میرفته توش سلاح بوده، یا در یمن و نکاتی هستش که در سودان هم به همین طریق بوده و اینا پوششیه برای اعمال جمهوری اسلامی، برای اینکه بتونه نیروهای تندرو و عواملی که به نوعی با پول جمهوری اسلامی دارن تغذیه میشن ازشون استفاده بشه و در بزنگاه‌هایی که جمهوری اسلامی احتیاج به درست کردن بحران باشه میتونن این نیروها وارد عمل بشن و به کمک سیاست‌های جمهوری اسلامی در بیان. خب آیا این چون این اقداماتی های دامن نمیزنه به اختلافات اهل سنت و شیعه؟ به هر حال تحریک آمیز نیست به یک معنی؟ خب قاعدتا این گونه هست، کما اینکه کشورهای عربی متذکر شدن این موارد رو به جمهوری اسلامی، ولی خب همون جوری که در طول 30 سال گذشته فلسفه در واقع جمهوری اسلامی و پیدایشش صدور انقلاب بوده و به نوعی این مسئله رو ادامه داده و تا به امروز و همواره هم از این بحران ها تونسته استفاده کنه و همین قضیه داعش و حتی مسئله طالبان در افغانستان و گروه های حوثی در یمن یا شیعیان در بحرین، همه اینا نکاتی هستن که وقتی بررسی بشه میبینیم که سر نخ اینا همه در جمهوری اسلامی و عوامل در واقع اطلاعاتی امنیتی اونه و به دنبال این هستن که این بحران ها رو ایجاد کنن و بتونن در معادلات بین المللی برای خودشون امتیاز کسب کنن. البته با اشاره به این که در بحرین و جاهای دیگه چنین کرده دیگه درست که مثال هست، سر نخ دیگه نیست، سر طناب دیگه شد. دقیقاً، چون جمهوری اسلامی عملا ابایی از این نداره که از این گروه ها حمایت کنه و حتی رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه‌ای که چند وقت پیش در واقع ایشون خوندن اعلام کرد که در ارسال کمک به تروریست ها در واقع جنوب لبنان، همچنین در فلسطین یا در جاهای دیگه برای کمک به اونها هیچ دریغ ندارن و این کمک ها رو ارسال میکنن و برای ارسال اونها هم قاعدتا باید یک پوشش هایی رو در نظر بگیرن که این پوشش ها تحت عنوان خانه های فرهنگ یا مراکز درمانی بهداشتی در ابتدای کار تأسیس میشه و بعد در به صورت لوجستیکی و ترانسفر این ادوات به اونجاها و انتقالش به افرادی که به نوعی با جمهوری اسلامی دارن همکاری میکنن ارسال میکنن. خب ببینید آیه حیدری، آیا جمهوری اسلامی حاضر هست که به سفارتخونه های کشورهای عرب که جمعیت اکثریتشون اهل سنت هستن، مثل عربستان سعودی، مثل کویت، مثل بقیه کشورهایی که هستن، پاکستان یا هر، اجازه میده که سفارتخونه هاشون در ایران مراکز فرهنگی داشته باشن برای تبلیغ مذهب اهل سنت؟ این نکته ایه که اگر قرار بود که به در واقع کشورهای خارجی همچین اجازه ای رو بدن، به خود اهل سنت که در ایران هستن یک همچین اجازه داده نمیشه. یعنی کسانی که سنی هستن در پایتخت ایران تهران زندگی میکنن، از داشتن یک مسجد در واقع اینها مشکل دارن و اجازه بهشون داده نمیشه. حال در رابطه با کشورهایی که مثلا عربستان بخواد یک همچین حرکتی انجام بده یا حتی نیروهای سفارت عربستان اگر بخوام بدون کسب اجازه به مناطق سنی نشید، به خصوص به مناطق عرب زبان بخوان سفر کنن، بدون هماهنگی با مقامات وزارت خارجه و مقامات امنیتی امکان پذیر نیست، چون جمهوری اسلامی روی این مسائل بسیار حساسه و اجازه این مطالب رو هم نمیده. و کما اینکه خود کشورهای عربی به خصوص عربستان هم به این نکته واقفن و مکررن این موارد نقض امور دیپلماتیکی که از سوی جمهوری اسلامی انجام میشه رو گزارش میکنن، ولی خب عمده کار اینه که جمهوری اسلامی هم داره به کار خودش ادامه میده و کشورهای عربی هم تاکنون نتونستن نسبت به این مسائل یک در واقع اجماعی بین خودشون به وجود بیارن تا مانع از تاسیس این دفاتر و این گونه در واقع مراکزی بشن که به نفع جمهوری اسلامی بخوان اقدام کنن. اساسا سفارتخونه مال هر کشوری، هم از ایران، سودان، فرانسه، هر جای اینا اجازه دارن طبق عرف دیپلماتیک یا قوانین بین المللی هر چی که هست، اجازه دارن که مراکزی رو برای تبلیغات مذهبی تأسیس کنن در حوزه مربوط به سفارت خودشون؟ در داخل سفارت میتونن، چون در واقع منطقه ایه که مربوط به کشور خودشونه، برای همکارانشون و کارکنانشون چنین مراکزی داشته باشن در داخل سفارت، اما در بیرون میطلبه به این که توافق دو جانبه ای انجام بگیره و دولت جمهوری اسلامی بر اساس یادداشت تفاهم و یه توافقی که با دولت در واقع اون کشور انجام میده، این مهم رو انجام میدن و اجازه میدن که دفاتر فرهنگی داشته باشن.
در رابطه با کشورهای عربی به خاطر مسائل مادی که بعضن بعضی از این کشورها مشکل دارن و جمهوری اسلامی به اونا کمک‌های نقدی هم میکنه، به نوعی تونسته توسعه بده این دفاترشو، از جمله در سودان به خاطر مشکلات اقتصادی که در سودان است و کمک‌هایی که جمهوری اسلامی داشته میکرده تعداد این دفترها بیشتره، یا در یمن و حتی در بحرین هم ما داشتیم که مثلا در اونجا بیمارستانی تأسیس شده بود. اینا مواردی که برمیگرده به اون توافقات دو جانبه. و یعنی هنوز که هنوز هستشون قبلا این کار میکردن در سفارت های ایران، در محدوده سفارت ایران که سفیر جمهوری اسلامی درش مستقر هست، در اونجا میتونن آیین و سنن هرچی که هست در مورد نظر هست و برگزار کنن. مثلا هنوز هایی در سفارت خونه های ایران هست جایی که مراسم سینه زنی باشه، زنجیر زنی باشه، روزخونی باشه یا نه دولت هایی میزبانان اجازه نمیده. ببینید در کشورهای اروپایی به خاطر بحث دموکراسی و آزادیایی که وجود داره از این فضا جمهوری اسلامی حداکثر استفاده رو کرده و تونسته در این کشورها مراکز اسلامی رو پوشش بده و حمایت کنه و حتی بعضیش به نام جمهوری اسلامیه و بعضیش هم توسط عوامل در واقع فرستاده شده جمهوری اسلامی داره اینا میگرده. حتی در همین کشورهای اسکاندیناوی مراکز اسلامی هست که بودجهش توسط جمهوری اسلامی داره تامین میشه و افرادی هم در داخل اونها به همین اعمال حالا نیایشی یا مسائل دیگه در واقع مشغول هستن و کشورهایی هم که این مسئله رو دارن انجام میدن تحت پوشش هم بحث دموکراسی و آزادی ادیان و مذاهب این اجازه رو دادن، اما جمهوری اسلامی در داخل خاک خودش یک همچین اجازه رو به این کشورها نمیده. فرضاً به کشور نروژ اجازه بده که یک کلیسایی در داخل مثلا تهران به نام اونها ایجاد بشه و اونها بتونن افراد غیر رو بپذیرن، ولی در خاک نروژ جمهوری اسلامی الان مسجد داره، در سوئد مسجد داره، در دانمارک داره، در آلمان داره و کارهایی هم که مربوط هست به این مسائل رو داره انجام میده. منظور من این هست که در قلم در خود سفارت چی؟ آیا این مراسمی که سالها پیش اجرا میشد مثل سینه زنی در ایام مختلف مقدس شیعه هنوز سینه میزنن مثلا در کشور در نروژ یا در ماه محرم مرسوم هست هنوز در سفارت جمهوری اسلامی در نروژ که سینه بزنن، زنجیر بزنن؟ در داخل سفارت خونه خب قاعدتا یه سری مراسم مذهبی برای خود کارکنان شاید اجرا بشه، اما جاهایی که جمهوری اسلامی مسجد داره یا حسینیه داره و تحت پوششش هست، کارکنان و اعضای سفارت و در واقع اونایی که با سفارت در تماس هستن توی اون مراکز در واقع در این اعیاد و در این ایام جمع میشن و همین موارد سینه‌زنی یا موارد در واقع دعای کمیل یا شب‌های احیا و دیگر رو در واقع اونجا دور هم دیگه جمع میشن و هیچ پوش در واقع ابایی هم ندارن کارکنان سفارت که در این مراکز در واقع حضور پیدا کنن، چون برخی از ایرانیان مقیم هم در اونجا هستن و در کنار همین اعضای سفارت به عزاداری یا در واقع اگر اعیادی هم باشه شرکت می‌کنن، یا مثلا مراسم توزیع قیمه عاشورا و اینا هم در همون جا هست دیگه، یعنی در سفارت دیگه نیست در واقع، در همین جوره، یعنی اون هزینه های مربوطه رو سفارت تامین میکنه، اما از خرید اقلام لازم پولش رو برای مرکز اسلامی یا اون مسجدی که تحت پوشش پرداخت میشه و اون موارد در واقع در اونجا تهیه میشه و در اختیار هم کارکنان هم ایرانیانی که مقیم هستن و در این مراسم شرکت میکنن قرار میده. تا اونجایی که شما اطلاع دارید، من در این مورد اصلا اطلاعی ندارم، به طور واقعی یعنی تا اونجایی که شما اطلاع دارید، آیا زیر پوشش همین داستان، حالا بقیه چیزها بکنن، زیر پوشش مراسم مذهبی شیعه در مراکز اسلامی وابسته به سفارت، قیمه عاشورا و بقیه مخارجی که هست، هرچی که هست، آیا حیف و میلی هم انجام میشه؟ یعنی کسانی که مسئول هستن، شما به مواردی آیا برخورد کردین در زمان فعالیتتون که موارد دیده باشین یا همکاران شما به شما اطلاع داده باشن که بله مثلا برای قیمه عاشورا اینقدر هزینه کردن در صورت که اینقدر بیشتر لپه توش نبود یا چیزی بیشتر نبود، یه همچی چیزی؟ خب موارد سوء استفاده و در واقع حیف و میل بیت المال در جمهوری اسلامی همونجور که در داخل کشور همگان شاهدش هستن، در خارج هم به همین نوع،
و به نوعی خود مسئولین اصلی و رده بالای سفارت سفیر و اون فردی که در حسینیه یا در اون مسجد متصدی امور هست، این پولهایی که دستشون میاد چون از محل بودجه های خاصه و حساب کتابی هم نداره، میتونن تو شیف و میل کنن که کما پیش روی این قضایی هم در واقع بعضا انجام شده و در مواردی هم کار به ادارات بازرسی کشیده شده، ولی در نهایت هیچ اقدامی روی اینا انجام نمیشه چون به نوعی جمهوری اسلامی خودش روی این قضایا پوشش میذاره برای اینکه نخوان در خارج از کشور مسائل بیش از این فاش بشه. ولی عملا این موارد حیف و میل پولهایی که در این جهت خرج میشه بوده و موارد بسیاری هم مثلا در کشور آلمان، در همین سوئد، در نروژ بوده که این پولها به نوعی حیف و میل شده و هیچ کس هم در این رابطه در واقع جوابگو نبوده و اگرم پرونده ای تشکیل شده در نهایت بدون سر صدا ختمش کردن تا در واقع سر صدا بیش از اندازه پخش نشه. بله، من در ارتباط با همین مسئله آقای هدایی دو تا خبر دارم. یکی این که خبرگزاری آنا داده، این که خبرگزاری وابسته به کجا هست حالا بگذاریم، نماینده جامعت المصطفی در چین گفته که جایگاه خامنه ای و همین نص نوشته، منظورشون آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در کشور آسیای شرقی به خصوص چین بسیار مهم هست. مسلمانان این منطقه از آسیا علاقه بسیاری به ایشون دارن و همه شیعیان چین مقدم معظم الله هستند. بله، و هنگامی که ایشان را از ماهواره ها میبینند اشک شوق میریزند. نوعی علاقه است دیگه، به هر حال اشک شوق هست. در کره شمالی هم ما دیدیم، یا مثلا هستن بازی فوتبال میبینن خوشحال میشن، اشک شوق میریزن، یا ستارگان سینمای محبوبشون رو از نزدیک میبینن، یا خواننده های راک. به هر حال شیعیان چین هم رهبر و بسیار مرجع تحقیق خودشون وقتی میبینن اینجا گفتن که اشک شوق میریزن. و وقتی هم که پرسیدن از ایشون که چرا رساله عملیه خودشون رو منتشر نمی کنن، گفته که نه، برای اینکه اگه من منتشر کنم که بیوت بقیه مراجع به اصطلاح کم مشتری خواهد شد و راضی نیستم به اونا ضرر بخوره. این خبری بود در همین ارتباط هست که به هر حال همین کارها لابد باعث پیشرفت در میان شیعیان چین شده، چقدر هستن من نمیدونم، و شیعیانی هم که با دیدن آقای خامنه‌ای و از طریق ماهواره‌ها اشک شوق می‌ریزن در چین، چین کمونیست. و در سخنگوی امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم گفته افرادی رو که قصد همکاری با داعش داشتند دستگیر کردند، شناسایی شدند. در کجا به روشنی گفته نشده، گفته در برخی شهرها برای همکاری با داعش اقداماتی انجام میدادند که باید گفت هیچ حرکتی در جمهوری اسلامی ایران خارج از نگاه تیزبین سربازان گمنام امام زمان نیست و ما به موقع و در زمان خودش اقدام میکنیم. بهرحال این دو خبر مرتبط بود و همین بس. شیعیان چین، آقای اگه این مخارج جوری باشه مثلا از نظر مذهبی که مثلا شیعیان چین به جایی برسن برای یک مرجع تقلید شیعه ایرانی اشک شوق برینن ماهواره، اشکالش کجاست؟ اشکالش در این در واقع برای ملت ایرانه که پولی که باید در داخل ایران خرج آبادانی و جلوگیری از این فرار مقصا و ایجاد اشتغال در داخل کشور بشه برای این گونه موارد داره به خارج از کشور میاد. و شما اگر به داخل ایران در واقع دوستانی که بتونن دسترسی داشته باشن، در بیت آقای خامنه ای اصلا یک تشکیلاتی است که برای این گونه موارد پولهای هنگفتی رو بدون حساب کتاب در واقع حواله میکنه و این مساجد و این مراکزی که در واقع وجود دارن و این امامانی که به عنوان امام جماعت در این مساجد هستن همه به نوعی سال یک بار به ایران سفر میکنن با بودجه جمهوری اسلامی و پول هنگفتی در اختیارشون قرار میگیره برای ارائه این گونه تبلیغات. و هر کسی بیشتر تبلیغ کنه و هر کسی بیشتر در واقع برنامه تهیه کنه برای جمهوری اسلامی، خب سهم بیشتری
از این خانی که در بیت رهبری برای این امور باز شده دریافت میکنه و متاسفانه میبینیم که خود دفتر ایشون هم به هیچ جا پاسخگو نیست و عملا باعث شده که این پولها خرج مسائلی بشه که هیچ گونه منفعتی برای ملت ایران نداره. فقط مشکل اساسیش اینه که اگر مردم ایران دقت کنن متوجه میشن که چرا ما در این مدت 30 سال نتونستیم در واقع پیشرفت آنچنانی انجام بدیم و این همه بیکار و این همه معضلات و مشکلات در داخل کشور و بودجه وجود نداره برای توسعه زیرساخت‌های اساسی کشور، در صورتی که بودجه‌ای هم که اگر هست تخصیص داده میشه برای این اموری که هیچ فایده‌ای برای ملت ایران نداره. ولی برای شیعیان چین برای اونو فایده نداره، برای روزی جمهوری اسلامی در سودان میشینن، برای کسانی که به تهران دعوت میشن، برای شیخ حسن نصرالله اینا چی فایده نداره؟ برای سران اونها و افرادی که به نوعی بتونن برای جمهوری اسلامی در واقع برنامه‌ای رو اجرا کنن فایده خواهد داشت، ولی میگم در بعد اساسیش در بعد منافع ملی برای مردم ایران اصلا منفعتی نداره، اما برای خود جمهوری اسلامی و بقاش و اینکه بتونه پایگاه‌هایی رو برای خودش در خارج از کشور داشته باشه که در زمان‌های لازم از اونها برای تبلیغ و برای گسترش افکار خودش استفاده کنه، خب میتونه مفید واقع بشه، ولی عملاً برای مردم ایران و اینکه بتونه برای اونها اعتباری کسب کنه در سطح بین‌المللی و جهانی نداشته. کما اینکه خودتون می‌بینید حتی کشور مالزی الان اخیراً موضوع لغو روادی با ایران رو کنار گذاشته، کشورهای دیگه همچنین، و ایرانی‌ها برای رفتن به حتی همین کشورهایی که به نوعی مسلمان هم اصلا مشکل دارن برای تردد، و این برگرفته از اینه که هیچ گونه اعتباری برای این گونه فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای ملت ایران قائل نیستن و فقط خود جمهوری اسلامی و سرکرده‌هاش و اونهایی که دارن از این پولا بهره می‌برن سود و منفعتی می‌رسن. با شما خواهیم بود با آقای محمد رضا حیدری. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با من و شما هستند در این بخش از برنامه آقای محمد رضا حیدری که از آغاز با ما بودند، دیپلمات پیشین ایران و عضو کمپین سفارت سبز. در این بخش به ما پیوستند از طریق تلفن آقای اردوان روزبه، روزنامه‌نگار، مدیر و سردبیر رسانه خبری رادیو کوچه در واشنگتن. پیش از رفتن به سراغ اردوان عزیز میخواستم این پرسش رو مطرح کنم آقای حیدری که آقای محمد جواد ظریف سفری به اروپا داشت، پیش از آمدن به بلژیک و به رفتن به فرانسه و جای دیگه، لندن و جای دیگه، در روسیه بود و صحبتهایی هم کرد. به نظر میرسه که ملاحظات دیپلماتیک ایران و روسیه باعث شده که آقای ظریف در مورد مهمترین موضوع الان در سیاست خارجی اتحادیه اروپا که همون مسئله اوکراین باشه یک کلمه به زبان نیاورد. چه ملاحظاتی در میون هست؟ خب به خاطر اینکه الان در شرایطی هستن که جمهوری اسلامی روی نقش روسیه و چین در این مذاکرات پیش رو حساب ویژه‌ای وا کرده و کما اینکه روسا هم تلویحا اعلام کردن که باید تحریم‌هایی که بر علیه ایران گذاشته شده کنار گذاشته بشه و حتی همین قرارداد آخری هم که برای در رابطه با نفت با ایران بستن در قبال تحویل دادن کالا با ایران که مورد در واقع قبول غرب نیست و حتی آمریکایی‌ها روش نظر دارن که باید این توافقنامه انجام نشه، این نکاتیه که نشون میده که روسیه برای ایران جایگاه ویژه‌ای داره و چون در این بازی روسیه در واقع نقطه مقابل اتحادیه اروپا هست، عملا ما دیدیم که در حتی در این کنفرانس‌های مطبوعاتی که آقای ظریف داشت در رابطه با مسئله اوکراین هیچ گونه در واقع طرفی رو نگرفت و نه در رابطه با روسا و نه در رابطه با غرب و اوکراین هیچ گونه مطلبی رو مطرح نکردن که برمیگرده به همون نقش اساسی که اونها با روس‌ها در واقع دارن و انتظاراتی که از روس‌ها دارن در روزهای آینده برای حمایت از اون
طرحی که جمهوری اسلامی داره برای این توافق نهایی با 5+1 که روسا عملا این موضوع رو اعلام کردن. خب قاعدتا هم آقای ظریف چه در داخل کشور و چه در خارج در رابطه با اتفاقاتی که داره در اوکراین میفته هیچ گونه صحبتی نکرد. اما علی رغم این ملاحظات، آقای عراقچی که جزء هیئت مذاکره کننده در مذاکرات اتمی هست و سخنگوی وزارت خارجه، ایشون در اومده و گفته که بله ما ناچاریم یک سری امتیازات رو بدیم، یک سری محدودیت ها رو به این با این کلمه گفته قبول بکنیم برای اینکه اعتماد سازی بکنیم. یعنی به نظر میرسه که اون نفوذ چین و روسیه هم هر حال آنچنان به سود جمهوری اسلامی در این مذاکرات کارساز نبوده، یا دیده میشه که در آینده چندان بهش نمیشه امید داشت. خب اگر بخوایم دقیق‌تر به مسائل نگاه کنیم، خب جمهوری اسلامی روی یک سری مسائلی پافشاری داره میکنه، در خصوص غنی‌سازی اورانیوم، در خصوص مسائل تحقیقاتی و راکتور عراق و حتی تأسیسات نطنز. اینه که اگر هم آقای عراقچی داره صحبت میکنه روی اون نقاطی که خطوط قرمزی که آقای خامنه‌ای تعیین کرده و عوامل سپاه در داخل کشور برای تیم مذاکره کننده تعیین کردن، اونها روی اینها نمیتونن عقب نشینی کنن. شاید روی به قول گفتنی درصد غنی‌سازی و یا در خصوص تغییرات اساسی که میخوان تو راکتور عراق ایجاد کنن روی اینها بتونن به نتیجه برسن، اما روی اینکه بخوان نطنز رو تعطیل کنن یا به قول گفتن اون مراکز تحقیقاتی که جمهوری اسلامی داره بخوان کنترل کنن و بخوان بیشتر بیان بازرسی کنن، عملا فکر نمی کنن بتونن به توافقی برسن. کما اینکه خود آقای عراقچی هم گفته اگرم به توافق نرسیدیم چیزی رو از دست نمیدیم و برمیگردیم به همون جایگاه اول. و این چیزی هستش که جمهوری اسلامی به خاطر مسائل منطقه‌ای که الان پیش اومده روی کمک روسیه و چین برای اینکه بتونن فشار بیارن به کشورهای غربی تا اونها حداقل از موازنشون کوتاه بیان، حساب وا کردن تا اونها بلکه با این شرایط بتونن با ایران به یک توافق برسن، چون اونها پیش خودشون فکر میکنن که آمریکا و آقای اوباما به این توافق برای ادامه حرکتش و ادامه موفقیت های حزب دموکرات برای انتخابات آینده نیاز دارن. آقای اردوان روزبه سلام به شما. سلام بر شما آقای سلنگی عزیز و جناب هیدری. من خیلی عذر میخوام از دوستان به خاطر وضعیتی که برای تماس دارم، امیدوارم که در برنامه شما صدای من قطع نشه و اگر شد پیشا پیش عذرخواهی میکنم. به هر حال امیدواریم که چنین نشه و امیدواریم در برنامه آینده تصویر شما رو داشته باشیم ما و بینندگان. آقای روزبه به نظر میرسه شواهدی اونچه که در صحن مجلس جمهوری اسلامی میگذره، مجلس شورای اسلامی میگذره و در عرصه مطبوعات مخالف دولت حسن روحانی در دایره وسطی قدرت در ایران، دایره حکومتی، به نظر میرسه دو خط هست. یعنی این اختلافات داخلی بر سیاست خارجی به ویژه در ارتباط با مسئله اتمی هم سایه افکنده، یا چنین نیست؟ بله، البته بحث اختلافات اگر به خاطر داشته باشید پیش از این هم ما به دفعات در برنامه شما راجعش صحبت کرده بودیم و باور من بر این هستش که این اختلافات مهمی است که در بحث مدنی نظام قرار داره، که خب این شکافی است که قاعدتا داره وسیع‌تر هم میشه. جهت اینکه بعد از آمدن دولت آقای روحانی مسئله زیر سوال بردن بعضی از مسائل که خب در سایه امنیت بسیاری قرار داشتن، امروز خطر بزرگ هست. استیضاح وزیر آقای روحانی به مجلس یکی از همین حرکت‌های به نوعی جناحی بود که خواست ثابت بکنه که میتونه دولت روحانی رو در فشار بذاره. اما من فکر می‌کنم دولت روحانی به هر حال از موضوع پشت عقب نشینی نکرده و همونجور که دارید میبینید در صورتی اول انتخاب میفته بعد از این نمایندگانی که خودشون از طریق همین بورسیه های غیرقانونی وارد شده بودن، ظاهرن من میخوندم یکی از این نماینده ها بود که چند روز پیش، یعنی قبل از اصلا بحث استیضاح، ثابت قدم بودن روحانی در مسیری که داره پیش رو میره، فعلا به نظر من مهمترین اتفاقیه که داره به وجود میاد. اگر بتونه ثابت قدم باقی بمونه، به نوعی با توجه به که من معتقدم اگرچه در بخشی از بدن نظام یک کافی جدی بود، سیاست های کلی آقای روحانی باید به نظر من مورد تایید آیت الله خامنه ای باشه و تا
حالا در جزئیات ممکن نباشد، جزئیات ممکن است اختلاف نظر باشد، ولی در خصوص سیاست‌های کلان، در سیاست خارجی، در خصوص مسئله هسته‌ای، در خصوص توافق ایران با غرب، من یقین دارم که نظر آیت الله خامنه‌ای پشت این قضیه قرار داره و با نظر ایشون هستش که داره این اتفاقات الان می‌افته. اگر آقای روحانی به توانید اصلا موازی که الان داره مطرح میکنه در این که آقای روحانی در صورت مسئله اقلیت ها در صورت سیاست خارجی موازی رو داره مطرح میکنه که واقعیت اینه که این موازی به مزاق مردم هم اگر عملیاتی بشود اصلا خوش خواهد آمد، از جمله بحثی که امروز در صورت مسئله کنترل تورم مطرح میشه و مسئله از این داره. فقط میمونه به این که آیا ایشون بتونه مقاومت کنه در مقابل اون گروه مقابل و گروهی که اصلا این شرایط رو به منافعشون نمیدونن یا خیر. در صورتی که ایشون بتونه این کارو بکنه قطعا جبهه رو میتونه تشکیل بده متحد از بخشی از رده بالای نظام و مردم، و اگر نتونه به نظر میرسه شکست بزرگی خواهد. آقای روزبه، اما یک ضرب المثل یا یک هرچی که هست، اصطلاحی ما داریم که میگه خواستن توانستن است. قبل از مرحله توانستن چه نشانه های قدرتمندی رو میشه ارائه داد که خواستار چنین هست، خواستار این هست آقای روحانی که همون نکاتی رو که شما اشاره کردین هرچه هست اجرا و عملی بشه؟ به هر حال اون چیزی که داره نشون داده میشه، اون چیزی که داره عمل میشه نسبت به عملکردهای دولت، اون چیزی که داره ابراز میشه نشانه های بارزی هستش. آقای شالنگی اینو فراموش نباید که در دولت قبلی مسئله نوع نگاه دولت به رابطه با مردم و نوع تبلیگری دولت در ارتباط با حالا جامعه و همچنین نوع نگاه سیاست خارجی شما نقطه مقابلش رو دارید الان می‌بینید. یعنی به هر صورت این اتفاقات داره میفته، از جمله مسئله حداقل ایستایی تورم به صورت نسبی، مسئله کنترل نسبی ارز و خدمت شما عرض کنم که به سایر مواردی از این دست، مسئله سلامت که میشه بحث خیلی مهم هستش. آقای روحانی یکی از کارهای عملیاتی که تونست در این مدت حتی نظر من کوتاه، به جهت اینکه در ایران یک دولت عملکردش رو واقعا باید از 8 سال بررسی کرد، به جهت اینکه تجربه ثابت کرده در ایران این چیزها رو به این سرعت به هزار و یک علت نمیشه واقعا مرور کرد. ولی در بحث سلامت شما میذارید میبینید، من چند پیش داشتم میخوندم که مسئله بیمه سلامت و مسئله همگانی شدن بیمه و شرایطی داره به صورت عملیاتی اجرا میشه در بعضی از بیمارستان ها و خیلی داره عملیاتی تر هم میشه. اینها مهم نیستش که از نظر من چجوری به نظام نگاه کنیم، این مهم هستش که منفعت این کار به کجا. و امروز من فکر میکنم که این حرکت منافعش خیلی بیشتر از دولت قبل. آقای حیدری عزیز، خب آقای اردوان شنیدید، البته کیفیت صدا متاسفانه خوب نیست، از بینندگان پوزش میخواییم. آقای حیدری، این اختلافات یا این خواسته های آقای روحانی، اخیراً صحبت هایی که کرده راجع به باز مسئله اسرائیل فلسطینی ها، باز بازپسگیری اورشلیم، بیت المقدس یا آنچه که اختلافات هست، این رو شما چطور ارجام میکنید؟ آیا همین هست که آقای روزبه میگه؟ آیا باید عملکرد دولت آقای روحانی رو با دولت قبلی احمدی نژاد سنجید یا با امکانات بالقوه‌ای که یک دولت در حیطه عمل خودش داره و امکانات بالفعلی که داره، مثل درآمدهای نفتی ایران، مثل بسیار چیزه؟ بفرمایید. من ابتدا خدمت آقای اردکان سلام دارم و در رابطه با سوالی که شما مطرح کردین، ببینید آقای روحانی و در واقع دولت‌های قبلی همه اینها باید سیاست‌هایی رو پیش ببرن که در واقع آقای خامنه‌ای داره اونها رو بهشون تفهیم می‌کنه. همین چند روز پیش که در هفته دولت بودیم و اعضای هیئت دولت آقای روحانی اونجا رفته بودن، آقای خامنه‌ای کاملا تذکرات لازم رو به هیئت دولت داد و حتی همین تیم مذاکره کننده که توی مذاکرات هسته‌ای هم میره برگرفته از نظراتی که آقای خامنه‌ای و اون گروهی که در واقع در بیت هستن تعیین میکنن و به دولت ابلاغ میشه و دولت باید اینها رو انجام بده. حالا توی اجراش بعضن شده مثلا در دولت آقای احمدی نژاد یک مقدار
با یک دید دیگه ای انجام میدادن، به قول گفتن در بود سیاست خارجی و سیاست تهاجمیه. آقای روحانی میگه ما میخوایم تنش زدایی بکنیم، ولی عملا همون محورها رو دارن میبرن جلو و همون نقش رو دارن، یعنی عدم به رسمیت شناختن اسرائیل، دشمن بودن آمریکا و همچنین دخالت کردن در کشورهای منطقه. نکاتی هستش که جمهوری اسلامی این تو ساختارشه و حتی خود آقای روحانی و حتی رئیس جمهورهای قبلی هم نسبت به این ظرفیتی که برای نقش رئیس جمهور تعیین شده و باید این نقش پررنگتر بشه و وظایفش در واقع پررنگتر بشه، همواره گله‌مند بودن و نمیتونن هم هیچ کاری بکنن. کمان که آقای خاتمی بعد از دوران ریاست جمهوری گفت ریاست جمهوری و رئیس جمهور بیشتر از یک آبدارچی نیست و یک تدارکاتچی نیست. این نکاتیه که آقای روحانی هر چقدر دست و پا بزنه در چنبره قدرت در واقع بیت رهبری و آقای خامنه ای عملا نقشی نداره و نمیتونه کاری بکنه. آقای روزه میگن در این مدت کم کارهای نسبتا زیادی کردن. کارهایی که میگن انجام شده قاعدتا در بعد سلامت و بهداشت دارن میگن انجام شده، که عملا باز مردم ایران نسبت به اون ظرفیت ها و قابلیت ها و پولی که باید در داخل کشور خرج بشه مطلب خاصی نیست. در رابطه با سلامت مردم الان آلودگی هوا، بخش مربوط به پارازیت، بخش مربوط به حقوق شهروندی که ایشون وعده داده بوده، بخش مربوط به حصر سران جنبش سبز که ایشون در مسائل پیش از انتخابات مطرح کرده بوده و حتی در خصوص همین تحریم ها و این نکاتی که مطرح شده بود که ما داریم به جلو میریم و تحریم ها رو داریم برمیداریم، مردم دارن میبینن و میبینن که هیچ اتفاقی نیفتاده و تمام این تندروها و به خصوص آقای خامنه ای که در واقع هدایت کننده ای اونها رو در دست داره عملا مانع میشه و رئیس جمهور هم هیچ کاری نمیتونه بکنه و اگر بخواد بیش از اندازم لجاجت به خرج بده در اون ظرفیت هایی که در واقع میخواد اجرا کنه، اینها جلوشو خواهند گرفت و نمیذارن ادامه بده. و حالا به نوعی برخی از مردم به این دل خوش کردن که شاید آقای روحانی بیاد و مقابل رهبری و اون نظراتش باعث بشه، که عملا این گونه نیست و خود آقای روحانی هم اینو گفته. ما میبینیم که در زمینه اعدام ها آمار اعدام ها افزایش پیدا کرده، در زمینه حتی برخورد های امنیتی میبینیم که وزارت اطلاعات که باید آقای روحانی در واقع اونجا نظارت داشته باشه بر اعمال آقای علوی، میبینیم که همون گونه وزارت اطلاعات داره رفتارهای در واقع سختگیرانه رو با کنشگران و فعالین سیاسی انجام میده. و تو بعد اقتصادی هم که میبینیم وضعیت دلار و آشفتگی بازار همون گونه است. حالا اگر میان آمارهایی رو ارائه میدن که ما تورم رو کنترل کردیم، یه مقدار آوردیم پایین، اونو بعد از مردم داخل ایران که دارن با گوشت و پوست و استخونشون اون دردها و رنجها رو تحمل میکنن پرسید. وگرنه ما که در خارج نشستیم فقط میتونیم بگیم که بر اساس گفتمانی که آقای روحانی میگن خب وضع اقتصاد بعد خوب شده، اما مردم داخل چیز دیگه‌ای میگن و مشکلات چیز دیگه‌ای رو نشون میدن. داروهای آلوده، مواد لبنیاتی آلوده به خصوص شیر، به مواد خطرناکی مثل پالم که از یک درجه بیشترش کشنده حتی میتونه باشه، سبزیجات آلوده و مسائل بسیار دیگه‌ای که وجود داره که بر سفره مردم از گوشت آلوده و مسائل اینا از وظایف غیر سیاسی دولت میتونه باشه. در این زمینه ها از جمله اینکه مسئله گسترش اعتیاد که مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر رو در وزارت آموزش پرورش آمده و رسما اعلام کرده به عنوان یک آمار پیشرفت، انگار که از 0.5% به 1% رسیده تعداد معتادان و مدارس هم به زودی باز خواهد شد به آمار، حالا این آمار رسمی است غیر رسمی احتمالاً بیشتر. در این زمینه ها دولت آقای روحانی، آقای اردوان عزیز چه اقداماتی انجام داده؟ اصلا شاید نشود که از این موضوع آدم برخورد بکنه دالو بر این که بخواد بگه که واقعیت اینه که خیلی مشکل وجود نداره. پر واضحه و از هر آن نشانه که بسیار از مشکلات کشور وجود داره و اینها مشکلات عدیده هستند که ناشی از سیاست‌های غلط در خارج از کشور، سیاست‌های داخلی، از طرد عناصر فکری و کارشناس بگیرید تا خیلی از اتفاقات دیگه، اینها همه دست به دست هم میده تا شرایطی رو به وجود بیاره که بحران‌های مختلفی در کشور حاکم بشه. خب وقتی ما در ارتباط با فرهنگسازی به صورت جدی برنامه‌ریزی نکنیم، وقتی در ارتباط با اقتصاد در و همه اینها تبعات مختلفی داره که زنجیروار به هم بسته است، بدیهی است که دولت آقای روحانی
ممکن است که اصلا در یک دوره کوتاه مدت کار خاصی به این معنا که بگیم آقا همه اینها رو بتونه کن فیکون بکنه واقعا نتونیم باور داشته باشیم که انجام بده، به دلیل اینکه اینا یه حجم گسترده از اتفاقه. حالا برمیگرده به این که من فکر میکنم اگر آقای روحانی در موضع این باشد که بخواهد تغییر رو ایجاد کند، با توجه به این که من بازم تاکید میکنم از نظر من هر اتفاقی در حال حاضر در میفته با نظر و دیدگاه موافق شخص رهبر جمهوری اسلامی هستش و با توجه به این محور ما باید ببینیم نقطه مشترکی که این دوستان با هم دارن چیه و آقای روحانی چه اولویتی رو میتونه بر اصلاح بگذاره. فراموش نباید بکنیم ما در شرایط بسیار بحرانی در ارتباط با مصرف مواد مخدر در سنین پایین هستیم، ما در شرایط بسیار بحرانی هستیم در ارتباط با مسئله درآمد و امنیت شغلی برای نسل جوان، برای کسانی که دانشگاه رفتن، برای کسانی که در دانشگاه تحصیل میکنن. ما تمام این بحران ها رو داریم، اما از اون طرف این هستش که آیا شرایط داخل جامعه هم به این قضیه دامن میزنه یا خیر، که من معتقدم میزنه. ما بخشی از سیستمی که به عنوان حاکمیت میشناسیم اون بخش در بین خود مردم هستش و شاید لازم باشه که فقط ما وقتی در ارتباط با تغییر یا میل به تغییر صحبت میکنیم فقط موضع صحبت روش به سمت دولت و نباشه. ببینید بس این که مردم خب بله از مردم توقع میشه داشت به شرطی که آنچه رو که حق و حقوقشون هست اول بهشون داده بشه. مردم که همینطور تک زیر سقف خونهشون نمیتونن تصمیم بگیرن از فردا چطور رفتار کنن، باید شرایطی داشته باشن، لابد حزبی داشته باشن، مطبوعاتی داشته باشن، برن اونجا جمع بشن، آموزش ببینن، آموزش بدن یا هر چیزی. این یه بحث دیگه است و بعد اون وقت وظایفشون رو کم کم یاد بگیرن یا یاد گرفتن یا مجرایی پیدا کنن که عمل کنن به وظایفشون. این یک بحثه. بحث دوم این نیستش که از آقای روحانی یا هر دولت مرد دیگه یا هر کسی در هر جایی انتظار داشت که یک ساله یا یک شبه یا دو ساله یا اینها مسائل رو حل کنه، مسائلی که 30 ساله روی همدیگه اندک اندک اضافه شده از 23 بهمن ماه تا به امروز. این بحث نیست. بس اینجاست که اولین حد اقلی که توقع میره از دولت، هر دولتی، این هستش که یک برنامه شفاف، روشن، عملی برای حل حد اقلی مسائل ارائه بده. یعنی شما در هر جای دنیا، هر شهروند ایرانی مثلا یا هر کشوری از مسئول مربوطه مواد مخدر در مدارس انتظار کار گزارشگری که نداره که بیاد بگه آقا در مدارس ما اینقدر معتاد بودن، اینقدر چیز شدن، اینقدر حشیش میکشن، اینقدر شیشه میکشن، اینقدر این میکشن، اینقدر اون میکشن. اینو شمای روزنامه نگار، من روزنامه نگار بگیم یه صحبتیست، ولی مسئول مبارزه با مواد مخدر فقط بیاد گزارش بده در دولت، موضوع اینجاست. برنامه تون برای حل این مسائل چیه؟ برنامه سوال من این هستش که برنامه روشن آقای روحانی برای مدت باقی موندهش برای حل همین مسائل که در مسیرش قطعا 4 ساله هم نمیشه مسائل 35 ساله رو حل کرد، چه برنشونه های روشن امیدوار کننده دیده میشه؟ کارنامه این مدت چم بکنه برای حل این مسائل. ما در موضع دفاع نیستیم، ولی واقعیتش اینه که من وقتی نگاه میکنم میدم در حد اقلهای ممکن نیست که دفاع. من میخوام شما اگه میبینید شاید من میگم من نمیبینم، شما روزنامه نگاه هستیم. من دارم این عرض میکنم، من اینو تاکید میکنم به جهت اینکه بگویم به هر حال جای نقد باقی است و جای بحث کردن بحثا این بسیار زیاده و اگر هم کسی نقد میکنه و کسی حرف میزنه واقعیت همین هستش به هر حال همه این محصولات به درد همه خواهد خورد یه روزی. من معتقدم که اگر جمهوری اسلامی انصافی در کارش رعایت بخواد بکنه باید بدونه که همین بحثا روز در تلویزیون ایران فردا هم میتونه مفید به فایده برای خودش حتی باشه و هر جای دیگه و هر کس دیگه. من در این باور هستم که اتفاقی نظیر
واقعیت اینه که من معتقدم اتفاق مبارکی ندیده. مثلا مطرح شدن بحث پیشنویس حقوق شهروند راست این موضوع بسیار مهمه. درسته در اول راه، درسته که این ممکنه 20 سال طول بکشه حتی به نظر من، اما یک پله باید اولین بار گذاشته بشه تا یک قدم روش گذاشته بشه تا پله بعدی بره بالا. اینو نه فراموش بکنید. در صورت یک گروهی در داخل و در بین اون آدم‌هایی که تمامی طلب بودن و سالها بدون پاسخگویی به کسی، بدون پاسخگویی به دستگاه قضایی، بدون هیچ مسئله‌ای و بدون هیچ مشکلی هر گونه خواستان عمل کردن، امروز دارن در خطر میبینن خودشونو. نمونه اینی و عملیش بحث سیزا کردن مجلس در صورت و بزیر. ببینید بحث دیگه میشه. مردمان عزیز صدا متاسفانه خوب نیست. حقوق شهروندی رو باز من میگم ممکنه یک مدافع حقوق بشر و بقیه بنویسن. راجع به حقوق شهروندی هم هیچ کسی بهتر از آیت الله خمینی در میون از قبل از انقلاب تا به امروز در میون کسانی که حکومت میکنن صحبت نکرد. من حرف من باز برمیگرده به همین. رئیس جمهوری که صاحب قدرتی هست به هر حال یا نیست یا هر چه که هست، میاد حقوق شهروندی رو مطرح میکنه. توقعی که میره مردم خوب حقوق شهروندی رو از منابع مختلف هم میتونن بشنون یا شنیدن یا میدونن یا هر چه هست. توقعی که میره گام های اساسی هست برای تأمین این حقوق شهروندی. شما میبینید این گام ها رو. من میگم اگر من نمیبینم یا شما نمیبینید یا آقای دری نمیبینه، حالا احتمالاً یه نشونه هایی ازش دیده میشه. یعنی مثلا گفته میشه، مثلا فرض کنیم بله در اجرای در همین مسیر مثلا دیگه کسی رو به خاطر افکار سیاسیش فعلا تعداد کمتری میگیرن، ولی یهو میبینین در همین دورم کسی رو که یک کامنت گذاشته زیر یک خبر یکی از این رسانه‌های خبری رفتن پیدا کردن و گرفتن، یا کسان دیگه ای رو. بحث این نیستش که آقای روحانی اومد. آقای بنی‌صدر هم بسیار راجع به حقوق شهروندی، ولی ایشون خوب نتونست، یا خود آقای خاتمی یا خود آقای خمینی. بحث من این هستش که رئیس دولت ازش انتظار نمیره که انشا راجع به حقوق شهروندی بخونه. چه چیزی رو در تأمین این حقوق شهروندی نشونه هایی شاید دیده میشه، باید یه مقدار دقت بیشتری کرد. من نمیدونم. بفهم. خواهش میکنم. من بازم تاکید میکنم روند مسیر طولانی است. از نظر من فرصت هنوز خیلی زوده برای اینکه واقعا بگیم اندرا همه چیز اتفاق افتاده، ولی نشانه ها و اون المنت ها به نظر من کاملا معلومه که حالا یه تلاشی داره بابتش میشه. من فضایی که داره اتفاق میفته، یعنی چالش بزرگی دولت به وجود آورده. امروز مسئله این که دولت تنهای باند رو بخواد افزایش بده یکی از مهمترین موضوعاتیه که شما دارید میبینید. و وقتی گروهی از کسانی که خیلی بنیادگرا و خیلی خوش به این موضوع نگاه میکنن رو بر نمیتابن به این موضوع، بر نمیتابن این حرکت رو، و دولت داره پای این قضیه میسته و به طور رسمی داره میگه که این شرایط شرایطی نیستش که از نظر علمی و از نظر تکنولوژی قابل قبول باشه و مواردی از این دست یک نشونه در حال اتمام هست. حتما این یک نشونه هست. حتما در برنامه‌های دیگه با کیفیت بهتر صدا و همینطور تصویر ادامه خواهیم داد. سپاسگزار هستیم آقای حیدری عزیز، با سپاس بسیار از شما. و همینطور سپاسگزار هستیم مردمان روزبه عزیز، و امیدواریم که در برنامه‌های آینده از طریق صدای بهتر و تصویر ایشون رو حتما داشته باشیم. پوزش از بینندگان بابت بد بودن کیفیت صدا باشه. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری و کوهساران مونگشت، کوهساران دراک، الوند، کوه و دالاهو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.